نیک مردان آزاده گیر، چو استاده ای دست افتاده گیر. ببخشای کانان که مرد حقند، خریدار دکان بی رونقند. جوان مرد اگر راست خواهی ولیست، کرم پیشه شاه مردان علیست. خب ببینید که داستان در نهایت ایجاز بیان شده. داستان زنی است که در خانه به شوهرش شکایت میکنه و میگه که از این به اصطلاح بقال سرکوچه نرو خرید کن، برو از بازار گندم فروشان به اصطلاح برو و از اونجا خرید کن، اونجا ارزونتر میدن، جنس بهتر میدن. چرا که این بقال سرکوچه ما جو فروشی است گندم نما، یعنی جنسش جنس خوبی نیست. بالاخره بعدم اشاره میکنه که نه از مشتری که از زحام مگس. زحام به معنی تراکم، اجتماع، شلوغی، همون مثل ازدحام هم که شنیده باشید میگه یه جایی ازدحام شده، اصلا یعنی افراد زیادی جمع شد. میگه نه از مشتری بلکه از تراکم مگس ها کسی یه حفظه است که صورت اینو نمیتونه ببینه. ولی دقت کنید که مرده حالا چه برخورد میکنه در اخلاق درویشان دیگه و در مورد باب احسان. اما مرده چی میگه؟ اولا خیلی جالبه که زنشو چجوری صدا میکنه. میگه به دلداری آن مرد صاحب نیاز، به زن گفت که روشنایی بساز. خانمشو به عنوان چراغ خونه صدا میکنه، میگه ای روشنایی خونه من با این وضعیت بساز. چرا؟ به این دلیل به امید ما کل به اینجا گرفت، نه مردی باود نه از او با گرفت. یه این بنده خدا آمد اینجا دکون باز کرده به امیدی که ما بریم ازش خرید کنیم، یه نفعی به دست بیاره، یه رزق و روزی بخوره. صحیح نیستش که ما حالا به خاطر یه قرو ارزونتر پاشم بریم از مثلا حالا چهار تا چهارم ورتر جنس بخریم، این بدبخت اینجا نفعی نکنه و بعدم ورشکسته بشه و بره. بعد اشاره به اینه، میگه ره نیک مردان آزاده گیر، چو استاده ای دست افتاده گیر. این اخلاق درویشان اینه دیگه. میگه ببینید این بحث احسان اگه خاطرتون باشه که من اشاره کرده بودم، گفتم احسان فراتر از عدله. دقت کردید؟ عدل این بود که هر چیزی در جای خودش باشه. خیلی خوب، در این رابطه خرید و فروش عدل همینه، یعنی شما پول میدی بالاخره جنس خوب باید بگیری و میتونی بری دو تا چهار اون برتر هم بری خرید کنی، کاری خلاف شرع و قانون و دین و ایمان هم انجام ندیدی، پاشو بری دو تا خیابون اون برتر خرید دو تا کنی. اما احسان به شما میگه که اگر کسی به امید اینکه اینجا رزق و روزی به دست بیاره، شما حالا یه قرون گرونتر هم مثلا بخری اشکالی نداره، این کارو بکن، نظر یارو از نون خوردن بیفته. ایاتون باشه یکی از به اصطلاح مبانی کابالا در فرهنگ به اصطلاح یهودی اینه که اینا به شدت هم دیگر رو سپورت میکنن. نمیدونم اینو حتما یا شنیدید یا دیدید یا خوندید، چون من خیلی با این قضیه مواجه هستم. یعنی شما محال یه خانواده یهودی پیدا بکنی که برقه از غیر یهودی جنس بخره، حتما اگه میخواد جنسی بخره از همکار یهودی خودش و از همسایه یهودی خودش و از فلان میخره و مشتری ها رو هم به همدیگه مرتبا به اصطلاح پاس میکنن در این رابطه و به این معتقد هستن که این تعاون به همبستگی بینشون باعث میشه که اینها رونق پیدا کنن و قدرت اقتصادی بالاتری به دست بیارن. این اشاره به نوعی هم اشاره به همین مسئله هستش که به هر حال اگر ما کسی در محیطمون هست که داره رزق روزیش به نوعی حالا به ما بستگی داره، بهتره که ما اونو چیکار کنیم؟ حمایت بکنیم. بعد میگه که ببخش آیکانان که مرد حقن خریدار دکان بیرون نقن. جوان مرد اگر راست خواهی ولیست، کرم پیشه شاه مردان علیست. آخرش هم که شما میبینید که علارغم این که میگن سعدی به قول معروف سنی مذهب بوده و فلان بیسار، من کمتر دیدم که به سایر خلفای راشدین ایشون رفرنسی بده در به اصطلاح چه در بوستان چه در گل. نمیگم اصلا وجود نداره، میگم
کمتر دیدم، در حالی که نسبت به حضرت علی یک به اصطلاح ارادت بسیار خاصی رو داره. و اینجا هم میبینید که در واقع حضرت علی رو مظهر کرمپیشگی اشاره میکنه که به شاه مردان هم اون رو لقب میده. خب این یه نکته. اما ادامه مطلب. شنیدم که پیری به راه حجاز به هر قطره کردی دو رکعت نماز. اول راه حجاز این راه مکه. خطوه مسیر بین دو تا منزلگاه رو میگن خطوه. مثلا فرض کنید که ایستگاه تهران، ایستگاه کرج، بینا بینشون میشه خطوه. اگر بین این دو تا مثلا یه جایی چه میدونم سردشت مثلا اسمش هست، اونجا اگه یه ایستگاه هست اونجا خطوه است. بنابراین میگه شنیدم که پیری به راه حجاز به هر خطوه کردی دو رکعت نماز. ذهن یادتون باشه خطوه فاصله بین دو گام رو هم میگن خطوه. یعنی مثلا شما یه قدم که برمیدارید اون فاصله بین این دو قدم میشه خطبه. به هر حال میگه ایشون در هر منزلی که میرسید دو رکعت نماز میخونید، چنان گرم رو در طریق خدا که خاوری مقیلان نکندی ز پای. انقدر در مسیر این به اصطلاح مکه رفتن و عبادتی که داشت میکرد غرق بود که حتی خاور مغیلان که میدونید که خاور بسیار به اصطلاح قرص و محکمی هم هست که اگه تو پرپای آدم بره پدر آدم رو در میاره. به هر حال این در مناطق بیابانی این خاور وجود داره و اگر میگه ایشون وقتی این خاور مغیلان هم توش میرفت اینا رو نمیکرد. به آخر ز وصفا و سخاوتر پریش پسند آمدش در نظر کار خیش. میگه اشکال قضیه این بود که کارش، این عملش، این عبادتی که داشت انجام میداد و در نظرش جلوه کرد. یادتون باشه به این که انسان نسبت به عبادت خودش، نسبت به ایمان خودش یه وقتی احساس بکنه که او عجب عبادتی من دارم میکنم، چقدر قشنگ دارم تمام اعمال به جا میارم، احیانا خداوند نظر لطف خاصی نسبت به من داره، اینو مثلا احساس بکنی بهش میگیم عجب. دچار عجب شد، مثل عجب می نویسن عجب می خونن، یعنی خود بزرگ بینی یا مثلا چجوری بگم یک نوعی از به اصطلاح از خود راضی شدنه معنی می ده. برها به تلبیس ابلیس در شاه را که نتوان از این خوبتر راه رفت. چه اتفاق افتاد؟ اتفاقش این بود که فریب ابلیس رو خورد و به خیال خودش رسید که دیگه از این بهتر کسی نمیتونه در راه مکه حرکت بکنه و به سر عبادت بکنه. یکی هفته از غیبش آواز داد که این نیک وقت مبارک نهاد، بپندار اگر طاعتی کرده ای که نزلی بدین حضرت آورد. وقتی به این حالت دوچار شد و دوچار عجب شد، یک باره حالا یک هاتفی از غیب به گوشش خواند که آقا حواستو جمع کن که اگر ایمانی آوردی یا اگر اطاعتی انجام دادی فکر نکن که نزل و هدیه‌ای برای خداوند برداشتی آوردی. دقت کنید به این نکته. ببینید یادتون هست اون داستان مثنوی، اون زن و مردی که در داخل بیابان بودن و اون فکر کنم تو دفتر اول دوم بود اگه اشتباه نکنم که توی بیابان بودن و اون زن برگشت گفتش که تو بردار یه کوزه آب شیری مؤثر دستت بیابان داری، بردار ببر پیش به اصطلاح خلیفه آب شیرین بخوره بلکه یه چیزی به ما بده. وقتی که طرف رفت پیش خلیفه دید که اصلا قصر خلیفه بر کنار به اصطلاح رودخانه دجله و فرات ساخته شده که دریایی از آب از کنار اون داره عبور میکنه، فکر میکرد که چیزی داره میبره. و این داستان نمادین به اصطلاح انسانهایی هستش که یه عبادتی میکنن، خیال میکنن که او عجب چیزی پیشگاه خداوند. وقتی که میرن در پیشگاه خداوند میبینن که چه پیامبران و چه اولیای الهی و دیگرانی هستن که اصلا شما پیششون همون مثل اون قطره‌ای در مقابل اون دریا هست. علی‌ای حال
اشاره به این داره میکنه و یک اشاره هم به قرآن کریم داره. در یکی از سوره های قرآن کریم میفرماید که ای پیامبر، اینها با ایمانی که میارن به خداوند، ایمانی که میارن به اسلام، بر تو منت میگذارن. به آنها بگو که بر من منت نذارید، به خدا منت نذارید، تنها به این قضیه قانع باشید و برید شکر بکنید که اگر ایمان آوردید خداوند نظر لطفی به شما کرده که شما ایمان آوردید. یعنی در واقع این که ما مثلا ایمان میاریم، ما نماز میکنیم، ما عبادت میکنیم، فکر کنید شما چیزی به خدا دارید میدید، در واقع خداوند هستش که نظر لطفی به شما کرده که شما بتوانید به اصطلاح ایمان بیارید و نور خدا در قلب شما روشن بشه. به این نکته اشاره میکنه. پس میگه نپندار اگر طاعتی کرده ای که نزلی به دین حضرت آورده ای. حالا جنبندی اصلی داستان، به احسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت به هر منزل. میگه جناب راه رو در راه حجاز، حواست جمع باشه، اگر تو یه احسان بکنی از سر نیت پاک و دلی رو آسوده بکنی و دلی رو شاد بکنی، بهتر از این هستش که هزار رکعت در هر منزل نماز بکنی. یعنی ببینید این دیدگاه پراگماتیسم سعدی رو به خوبی نشون میده. تو هی بری هی نماز بکنی، هی نماز بکنی، هی نماز بکنی، اما خیرت به کسی نرسه، هیچ فایده ای نداره. اصلا ما نماز میخونیم که در واقع به نوعی تسویه بشیم و روح بخشندگی در ما ایجاد بشه و بتوانیم که به دیگران خیر برسونیم. این خیر رسونم یادتون باشه صرفا این نیست که یه مالی به کسی بدی، یه پولی به کسی بدی، همینقدر که از وجود شما خیر به کسی برسه، در حد یک لبخند، در حد یک کمک، در حد یک راهنمایی، در حد یک دستگیری از یکی کسی، در حد یک نشستم و به درد دل یه نفر گوش کردم و به طرف آرامش دادن، ناز و نوازش کردن یه نفر یتیمی یا مثلا دل شکسته ای، اینا همه احسانه. یادتون باشه صرفا هم مالی نیست. حالا اگرم مالی هم باشه خب چه بعد بهتر. خب اینم پیام این داستان و بعد ادامه داستان. بعد میگه که به سرهنگ سلطان چنین گفت زن که خیز ای مبارک در رزق زن، برو تازه خانت نصیبی دهند که فرزندگانت نظر برهند. تو گفت آبا بعد مطبخ امروز سرد که سلطان به شب نیت روزه کرد. زن از نام دی سر انداخت پیش، همی گفت با خود دل از فاقه ریش. فاقه از همون ریشه فقره، یادتون باشه واقعا یعنی تنگ دستی، بیپولی. پس ببینید که داستان از این قراره که یه خانوم، یکی از نظامی ها به اصطلاح به اون شوهرش افسر هرکی هست میگه پاشو برو پول برده بیار، پاشو برو غذا برده بیاری، بالاخره رزق و روزی برده بیار. میگه که پاشو برو. ظاهرا اینا میرفتن در چه میدونم حالا یا چم آشپزخانه سلطنتی یا چه میدونم اردوگاه نظامی که بعد قضا میخواستن از اونجا قضا میگرفتن. برام میگه که شوهر برام میگه امروز مطبخ سرده، امروز قضا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه سلطان نیت روزه کرده. حالا ببینید سلطان که نیت روزه کرده خودش قضا نمیخوره، در واقع قضا رو بر روی همه هم چیکار کرده؟ بسته. یعنی دیگران هم باید که گرسنگی بکشن تا جناب سلطان مثلا افطارش بشه، واسه سلطان که غذا درست میکنن مثلا بقیه هم غذا بخورن. بعد میگه زن از سر فقر و ناراحتی سرش انداخت پایین و ناراحت شد که سلطان از این روزه گویی چه خواست، که سلطان از این روزه گویی چه خواست که افطار او عید طفلان ماست. میگه این چه روزه ایه که پادشاه گرفته که وقتی که افطار میکنه عید بچه های ماست، که یعنی بچه های ما هم یه نونی باید بخورن وگرنه گرسنه میمونن بچه های من. بعد میگه خورنده که خیرش برای یزده است به از
صائم الدهر دنیا پرست. یه ای کاش که یه آدمی خورنده باشه، یعنی روزه نگیره ولی خیرش هم به مردم برسه، این خیلی بهتر از اون کسی است که تمام عمر صائمه، یعنی مثلا روزه است و دنیا پرسته و خیرش هم به کسی نمیرسه. یعنی در واقع اگر در ماه مبارک رمضان، تلویح هم معنیش اینه، اگر در ماه مبارک رمضان شما داری نهار نمیخوری، صبحونه نمیخوری و داری به اصطلاح صوم میکنی و روزه میگیری، باید این پولی که در اینجا سیو میشه بابت صبحونه و نهاره بره چی؟ بره به دست فقرا و تنگ دستان برسه و خیلی از این روزه گرفتن شما به اونها برسه. و اینه چه فایده روزه گرفتن تو؟ بعد میگه مسلم کسی را بابد روزه داشت که درمانده ای را دهد نان چاش. بله، اون کسی واقعا روزه داره که در مقابل این روزه داشتنش به چاشتی به دیگر چاشت یادتون باشه نان چاشت نون صبحونه. چاشت معمولا به غذایی که بین روز مثلا بین صبحونه تا نهار ساعت ده صبح مثلا یه چیز کوچولویی میخورن. من دیدم معمولا مثلا کارگرها ساعت ده صبح که میشه به خصوص تو بخش کشاورزی، چون اینا صبح خیلی زود بلند میشن میرن سر زمین و کار میکنن، حوالی ساعت مثلا ده صبح یه کوچولوی نون پنیری یه چیزی میخورن که انرژی داشته باشن که باز تا زور کار بکنن، بعد زور برن مثلا نهار بکنن. یه همچه حالتی میگن چاشت. این میگه که آدمی روزه میگیره که نون چاشتی به دیگران بده، وگرنه چه لازم که سعی بری ز خود بازگیری و هم خود خوری. وگرنه چه فایده تو روزه میگیری مثلا جمع میکنی نمیخوری، بعد خودت همونایی که نخوردی رو مثلا افطار میخوری. این روزه گرفتن تو هیچ تأثیری برای جامعه ای که شما باش در ارتباط هستی چی نداره. بنابراین باید به این نکته توجه بشه که روزه گرفتن ما باید خیر و برکتی برای دیگران داشته باشه. خب، اما بعد حکایت کرم مردان صاحب ده. آقای دکتر ببخشید، الان تو چت یه بحثی پیش اومد که سوالا رو کی بکنیم. من پیشنهاد کردم که بعد قرار شد این دو تا جلسه مون بکنیم. من حالا یه پیشنهاد دارم که بعد از هر دفعه که مثلا این شعر تموم شد، این قطعه رو بهش غزل میگیم یا هر چی میگیم تموم شد، اینجا کوشنا رو باز کنیم، چون سه چهار تا که میشه هم یادمون میره، هم به قول معروف ما میتونیم بنویسیم، هم یه مقدار چیز میشه زیادی میشه. بعد از یعنی بکنم بهتر باشه. من باشه اگه شما روی قبلی ها صحبتی دارید خب بفرمایید که بعد چیز کنید. میخوای؟ من همون من پیشنهاد میکنم خانوم که تو چهر گفتم آقای خانوم شیدا اینو گفتم. بفرمایید خانوم شیدا بفرمایید. نکته اینه راستش بخواهی قضیت قبلی بود ولی یادم رفت. حالا از این به بعد من سوال زیاد دارم. من برمیگردم. بیا من برگردوندم. بذارم یادم رفت. میخواستم بپرسم. اکچولی توی اون یکی قبلی بود. ولی من سوالام خیلی سوالای خیلی مبتدیه، چون بیشتر لغت ها رو دوست دارم بپرسم وکبریم خوب شه. برای همین قبلیه. میخوام ولی بین دوتا این خیلی آیدیای خوبه که بین دوتا هنوز به قول معروف منتالی توی اون غزل هستیم و همونجا اگه بپرسیم خیلی آیدیای مسئله این نیست. باشه، نکته این نیست. پس شما خودتون پس شما هر وقت اگه سوالی داشتید روی یه غزل خاصی بود باشه. غزل که این نیست، اینا به اصطلاح مثنوی هست. بله، مثنوی هست. اینا غزل هست. این حالا اگر موردی بود شما هم اونجا هم میتونید مسئلتون رو مطرح کنید. میتونید که فقط لطف کنید چیزتون بسته باشه، چه میدونم بلنگوتون بسته باشه، ولی وقتی سوال دارید فقط باز بکنید که دیگه صداهای جانبی وارد بشه که تمرکز دوستان به هم بخوره. خب ببینید، من الان دو تا شعر برگشتم عقب. حالا فعلا اگر شما الان خاطرتون نمیاد، حالا از این به بعد دقت کنید که خاطرتون باشه. خواهش میکنم. پس این رو هم خوندیم. این خیلی داستان زیباییه، یکی از زیباترین داستانهای
بستان انصاف. خب می‌فرماید که یکی را کرم بود و قوت نبود، کفافش به قدر مروت نبود. این خیلی قشنگه. کرم یعنی بزرگواری، کرامت دیگه است، کرامت هم میاد، بخشندگی مثلا، همه اینا معنی میده. قوت نبود یعنی استطاعت مالیش اونقدر که بخشندگیش بود استطاعت مالی نداشت. مثل این مونه که مثلا یه نفر ماهی 5,000 تومان مثلا یا 5,000 دلار درآمد داشته باشه، اما خرجش مثلا 10,000 دلار باشه. متو این خرج 10,000 دلار، نه 10,000 دلاری که واسه خودش فقط خرج کنه مثلا اسراف بکنه، نه دوست داره که به دیگران کمک بکنه، مثلا فلان کنه بسار کنه. به هر حال به این شکل، یکی را کرم بود و قوت نبود، کفافش به قدر مروت نبود. مروتش زیاد بود، بخشندگی زیاد بود، اما درآمدش اونقدر نبود. کسفله خداوند هستی مباد، جوان مرد را تنگ دستی مباد. سفله آدم های پست. میگه خدا دعاییست که به سلام سعدی میکنه، میگه خدایا آدم های پست به قول معروف تنگ نظر رو ثروتمند مکن. وای که شما نمیدونی آدم های تنگ نظر اگر پول داشته باشن، و خدا نکنه که شما گرفتار بشید و بخواهید که از اونها کمکی بگیرید. واقعا زشترین و پسترین شرایط واسه انسان به وجود میاد. بعد میگه جوان مرد را تنگ دستی ده. ای خدا، همونطور که میگه خدای آدم های پست و تنگ نظر و ثروتمند مکن، ضمناً میگه خدای آدم های جوان مرد رو هم تنگ دست نفرما. خدا کنه که آدم مثل خاتم طائی باشه، ضمناً ثروتمند هم باشه، همون گونه که خاتم طائی هم بود. بعد میگه کسی را که همت بلند افتد، مرادش کمند در کمند افتد. آدم هایی که همت بلند دارن معمولاً مرادشون کمتر برآورده میشه. یعنی چی؟ یعنی آدم هایی که بلند همت هستند میخوان کارهای بزرگ بکنن، میخوان خدمات گسترده بکنن، اما نمیتوانن بهش برسن، به خاطر اینکه معمولاً خب امکاناتشون اونقدر نیست. اگر دستشون باز باشه و به گنجی دسترسی داشته باشن، خدمات بی نهایتی هم خواهد. چو سیلاب ریزان که در کوهسار، نگیرد همی بر بلندی قرار. میگه مال و ثروت در دست این آدم ها مانند آب سیلابی است که بر کوهسار میریزد. ببینید که آب بر کوه وای نمیسته، همینطور جاری میشه و پایین میاد. میگه آدم های بلند نظر و با همت هم مال و ثروت توی دستشون مثل همون پولیست که در سیلابه و اینو پخش میکنن. نه در خورد سرمایه کردی کرم، تنک مایه بودی از این لاجرم. میگه که این آقایی که داریم قصهشو میگیم به اندازه سرمایهش کرم نمیکرد، یعنی بیش از سرمایهش کرم میکرد، و به همین دلیل هم همیشه با کمبود پول و ثروت مواجهه. این هرچی داشت در راه خدا مرتب میداد. میگن که این جناب تختی هم این گونه بود. این تختی بنده خدا جناب پهلوان تختی هم یه همچین تیپ آدمی بود. و بالاخره مگه اون چقدر مثلا پول داشت، چقدر جایزه میگرفت، چقدر فلان بود، ولی بسیار آدم با کرامتی بود. به نحوی که تقریبا هیچ کس نبود که پیش تختی بره و دست خالی برگرد. هر کسی از مردم جامعه پهلوش میرفتن مشکلی داشتن بهش میگفتن، و اون در نهایت به قول معروف چه میگم تواضع، هر چی که داشت میداد. و همین دلیل هم غالبا با کمبود پول مواجه بود، با کمبود ثروت مواجه. خب میگه برش تنگ دستی دو حرفی نبش، که ای خوب فرجام نیکو سرش. یکی دست گیرم به چندین درم، که چندیست تا من به زندان درم. خب مشخصه که یه نفر از داخل زندان براش نامه می نویسه که تو رو خدا منو کمک کن، من مدتی توی زندان افتادم، به من کمکی بکن. بعد میگه به چشمندرش قدر چیزی نبود، بلکه به دستش پشیزی نبود. این آقا، این مرد سخاوتمند، براش پول مهم نبود، ولی متاسفانه هیچی پول تو دستش نبود که به اون آقایی که نامه نوشته مثلا بتونه کمک کنه. به خصمان بندی
فرستاد مرد که نیک نامان آزاد مرد بدارید چندی کف از دامنش وگر می گریزد زمان برمنش. به همین دلیل برداشت به اون کسانی که به سلام قرض دهندگان بودن، طلبکاران بودن، یه نامه نوشت که آقا لطف کنید این بنده خدا رو آزادش کنید، بتونه بره مثلا پول جور کنه، فلان کنه، از این زندان بیاد بیرون، زن و بچه داره، گناه داره، فلان داره، من ضمانتشو میکنم، اگر رفت و پولو نیاورد من ضامنش میشم. اونو میگن خیلی خیلی خوب. و از آنجا به زندانی آمد که خیز و از این شهر تا پایداری گریز. میبینید بعدش اومد به زندانی گفت خیلی خوب، من جواز آزادی تو گرفتن، خوشو فرار کن برو تا میتونی فرار کن، چون گرفتار بود مرد دیگه، زن بچه داشت، فرار مسئله ساز شد. میگه چو گنجشک در باز دید از قفس قرارش نمان اندران یک نفس. میگه این بنده خدا هم درست مثل گنجشکی که در قفس باز کرده باشن به سرعت فرار کردن. چو باد سبا زنیان سیر کرد نسیدی که بادش رسیدی به گرد. گرفتند حالی جوان مرد تا حاصل کنید سیم یا مرد. به بیچارگی راه زندان گرفت که مرغ از قفس رفته نتوان گرفت. میبینید این طرف اومد و به این طرف با پاشو برو، اون فرار کرد و رفت، زندانی فرار کرد و رفت و مدتی گذشت و نیامد، اومدن یقه آقا رو گرفتن، ایشونو گرفتن و انداختنش به زندان و در زندان باقی مون، چون دیگه کسی هم دسترسی به اون مرد فراری. شنیدم که در حبس چندی بماند، نه شکوت نوشت و نه فریاد خواند، زمانها نه آسود و شبها نه خوف، بر او پارسایی گذر کرد و گفت نپندار آمد مال مردم خوری، چه بیش آمد تا به زندان دری. بگفت ای جلیس مبارک نفس، نخوردم به حیلتگری مالک هست، یکی ناتوان دیدم از بند ریش، خلاصش ندیدم به جز بند خیش، ندیدم به نزدیک رایم پسند، من آسوده و دیگری پای بند. دیدی چقدر این فراز بلندیه. میگه وقتی که رفت زندان، اتفاقا توی زندانم که بود هیچ شکایتی نکرد، هیچ به اصطلاح تقاضای بخشش هم نکرد، یعنی عملا پای کار خودش ایستاد. در واقع زندانی رو با خودش چیکار کرد؟ عوض کرد. یعنی وقتی که نتوانست به زندانی کمک بکنه، آزادی خودش رو در گرو آزادی اون زندانی بنده خدایی که حالا گرفتار بود، به اصطلاح زن بچه داشت، مشکلات داشت، فلان داشت، گذاشت، خودش زندانی کرد، با آزادی خودش، آزادی خودش رو در واقع هبه کرد برای آزادی اون فرد. خب یه نفر اومد بهش گفتش که من تو رو میشناسم، تو آدم درستی هستی، چرا آخه این کار کردی فلان. این گفتش که من مال کسی رو نخوردم، ولی ندیدم به نزدیک رای پسند، من آسوده و دیگری پای بند. این از فرازهای بلند اخلاقیه در این داستان. یعنی در واقع شاید یه آدم وقتی که این شعر رو میخونه، حالا ممکنه با واقعیت خیلی هم با خصوص در این زمان ما، در این دورانی که ما زندگی میکنیم، جورم در نیاد، ولی واقعا یکی از مظاهر جوانمردی و نیکندیشی، پندار نیکه که طرف حاضره که حتی اگر نمیتونه با پول به یکی کمک کنه، با جان خودش داره این کمک رو. خب بمرد آخر و نیک نامی ببرد، زهی زندگانی که نامش نمرد، یا زهی زندگانی که نامش نمرد، تنی زنده دل خفته در زیر گل، به از عالمی زنده مرده دل. اینا دیگه اون فرازهاییست که سعدی داره استنباط میکنه و نتیجه گیری میکنه از بیان این داستان. دل زنده هرگز نگردد هلاک، تن زنده دل گر بمیرد چه باک. بالاخره داره به اینجا میرسونه که میگه
این آقا مرد اما نامش باقی ماند در بسیار و جاودانه ماند به خاطر این جوانمردی که انجام داده بود. و بعد میگه تنی زنده دل خفته در زیر گل، میگه اگر یه تنی باشه که دل زنده ای داشته باشه اما در زیر گل خفته باشه، این از یک عالم یعنی میلیون ها انسانی که زنده هستن ولی دلشون مرده برتره. یعنی یک دل زنده از هزاران آدم دل مرده چیه؟ ارزشش بیشتره. و بعدم میگه دل زنده هرگز نگردد هلاک، تن زنده دل گر بمیرد چه باک. پس میبینیم که اون تنی که دل زنده ای داره اگر بمیره مهم نیست، چرا که جاودانگی در اعمال انسان هاست که باقی میماند و اون با زنده دلیست که حاصل میشه. میبینید این یکی از داستانهای بسیار زیبا شدم میاد که در دوران دبیرستان برای ما این داستان وجود داشت و ما میخونه و چقدر خوب بود که این داستانها رو میخونه. خب اگر در این مورد نکته ای چیزی هست بفرمایم دوستان، وگرنه ادامه. من یه سوال کوچیک دارم. اونجا که میگه ندیدم به نزدیک رایم پسند، یعنی منظورش چی؟ من ندیدم به نزدیک رایم پسند، من آسوده و دیگری پاره. رای یعنی عقیده، ایمان، اعتقاد. میگه اعتقادات من به من این اجازه رو نداد که بپذیرم که من آسوده خاطر باشم و دیگران در پای در زنجیر باشه. یادتون باشه ها، یکی از ورشکسته به تقصیر، یکی از ورشکسته بی تقصیره. خب یکی رفته کلا برداری کرده، مال مردمو خورده، قرض گرفته، پول مردمو نداده، خب بعد انداختنش زندان، خب باید مجازات و مکافاتشو ببینه. اما یه نفر هم هست بدبخت، واقعا قصد چیزو نداشته، قصد مثلا اینکه مردم دزدی بکنه، مثلا قبازی بکنه، این حرفا رو نداشت. حالا شرایطی پیش اومده، طوفانی در دریا شده، کشتیش غرق شده، چه میدونم دزدان مثلا دریایی بهش حمله کردن، غارتش کردن، یه چیز شبیه به این. این اتفاقات ممکنه بیفته واسه هر کسی. یعنی شما بی تقصیر هستی ولی مال مردم برگردن شما. حکم قانون این هستش که شما بدهکارید، باید بری زندان. اینجا قانون چیز نداره، به قول معروف چی میگن؟ دل و رحم نداره، قانون کار خودش انجام. اما اون کسی که از شما طلب کاره اونجاست که احسان به کار میاد، میگه که خیلی خوب من حالا به تو میبخشم مثلا یک سوم مثلا قرضتو به من بده و من از تو میگذرم، یا من مثلا به تو فرصت میدم تو بیا بازم کاسبیتو بکن مثلا خورد خورد مثلا، این احسانه. میدونی چی میخوام بگم؟ اگه یه نفر اومد و گفتش نه من مالمو میخوام، اینو اون دیگه کارش میشه کرد. و اینجاست که اون مرد صاحب دل اومده گفته که باشه من میرم زندانی رو میخرم، در واقع با جان خودش زندانی رو خرید و آزاد. خیلی دیگه نکته چیزی اگه باشه. آی دکتر من یک سوال داشتم، ببخشید. در بیت سوم یک خداوند اومده، شما همونجا البته بسیار سپاسگزارم از توضیحات مفید و خیلی جالب شما، خیلی داستان قشنگی بود و شما به زیبایی این رو تشریح کردید. در کسفله خداوند هستی مباد، جوانمرد را تنگ دستی مباد. اونجا فرمود از خداوند خواست که فلان، البته میدونم مخصوص شد. ولی اینجا میخواستم عرض کنم که وقتی اینو فرمود از خداوند خواست، اینجا خداوند معنی آفریدگار را نمیده، اینجا معنی مالک و بله صاحب رو میده. ولی اونجا وقتی فرمود از خدا خواست، میترسم دوستان یه مرتبه این خداوند و این اون من با این نمیتونم صحبت کنم با زوم، نه از طریق این گوشی. ببینید بحث همینه، اینو شو باید بزنم یا نه؟ گفتم که در واقع داره فردوسی میگه که سفله خداوند هستی مباد، جوانمرد را تنگ دستی مباد. یعنی سعدی داره دعا میکنه، میگه انشالله که یه آدم های پست فطرت و تنگ نظر صاحب مال نباشند و آدم های جوانمرد هم تنگ دست نباشند.
منظورم بله بله خیلی متشکرم. خواهش میکنم. آی دکتر ببخشید صدای من میاد؟ بله بله بسیار عالی. سلام عرض میکنم. سلام عرض بر شما. من شما صداتون میشناسم. بخواهش. سه خط مونده به پایین رو میشه بیاره چون من خیلی وارد نیستم با این دستگاه. بله دقیقا درست فرمودید، بسیار شرح جامعی فرمودید، ولی به نظرم یک صحبت دیگه هم داره سعدی داره با ما میکنه. ببینید یکیش اینجاست که میگه که انسانهایی که نتونستن از خودمنیت خودشون جدا بشن، میگه یکی ناتوان دیدم از بند ریش، خلاصش ندیدم بجز بند خیش. درسته از یک تفسیر که جناب علی بسیار عالی گفتید و خب این رفت به جای اون رفت تو، ولی داره میگه ما انسان ها ناتوانیم و خودمون رو گرفتار شدیم در منیت خودمون. توجه میکنید؟ چون در آخرم میگه که تنی زنده دل خفته در زیر گل، به از عالمی زنده مرده دل. خب ببینید دیگه خیلی مرده دل آیه. بله بله به از عالمی زنده مرده دل. بله به از عالمی زنده. بله داره میگه اگر میلیون ها انسان هم هستن الان دیگه، بله ما بله. یه انسانی داشتیم مثل مولانا، مثل سعدی، مثل حافظ که اینا هنوز اصلا زنده هن، تنی زنده دل دارن. یعنی میگه ما باید برگردیم به اون اصلمون و اون جانمون باید زنده بشه. مرکز همه چیه ما اون جانمونه و اون دل زنده ماست. چطور اینها موندن ولی میلیون ها انسان دیگه که مرده دل بودن مثل ماها هممون مرده دل هستیم از بین رفتیم. همینو خواستم بگم، ببخشید. در واقع میدونید آقای عدیب بستر اینه که اصلا آدم زنده دل آدمی است که ازش خیر و برکت زایده میشه. میدونید آدمی که خیر و برکت زایده میشه، حالا چه این در گفتارشه، چه در عمل کردشه، چه در کتابی که مینویسه، چه در رفتاری که با دیگران میکنه، چه دستی از دیگران گرفتنه، چه مالی به دیگران بخشیدنه، چه راهنمایی کردنه و و و بسیار 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 چیزای دیگه. این زنده دلی در واقع در همون جاست، یعنی انسانهای وارسته‌ای که منشأ خیر و برکت هستن برای محیط اطراف خودشون. حالا محیط اطراف شامل همه چیز هست، از آدم ها هست، از اتمسفر هست، از حیوانات هست، از گیاهان هست، از همه چیز، حتی همه. بله خیلی ممنون هست از تذکر. خب ادامه بدیم، پس بریم سر داستان بعدی. من میخواستم یه نکته کوچیکی رو عرض کنم جناب دکتر. سلام عرض کنم. سلام عزیزم، بفرمایید دکتر کلانتری عزیز. روی قبلیه، روی داستان قبلیه. بله بله بس احتیاط برگردم حضرت. آره چون دیگه این باب شد منم گفتم که از فرصت. بله بفرمایید. سلامی عرض بکنم به شما و سلامت باشید دان هم آنلاینی. نمیدونم هم کلاسی که حالا اونم هست البته. من در این حالی که جناب ادیب هم فرمودن فقط یه کوچیک پرانتز کوچیک عرض میکنم که این دلم که گفته، حالا برام این تفسیر جالب بود، گفتم شاید برای شما و بقیه دوستان هم جالب باشه که حالا شیخ عجل در مورد زنده دلی اینا رو میگه که آقا نام نیکه که در حقیقت از آدم میمونه و این دقیقاً هم گشایش دسته، همین که تو خب خودت بیای خودت رو در بند کنی برای اینکه کسی رو از بند رها کنی، حالا هم جوان مردیه هم اینا همش هست. حالا من از اونجایی که ارادت خاص شما میدونید به حضرت شیخ در حقیقت حافظ و در حقیقت به لسان الغیب دارم، من خواستم که اون هم حالا یه مرافقت و یک مراودتی داره با این گفته که میگه که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما یا بقای ما به روایت بعضی از نسخ. حالا این عشقی ورزی، این دوست داشتن، این نیکنامی، این جوانمردی همش یه ریشه داره و اون ریشه‌ش هم حالا دله و اون دل زنده
دل در حقیقت دل واقعا حالا دل زندگی فقط این سرخوشی و خوشحالی نیست، این دل زنده و زنده شدن به معنای واقعی در دل همین است، همین صفات نیکو و در حقیقت حالا عشق هم و اون مرام عاشقی هم در این زنده دلی و دل زندگی می گنجه. بله دقیقا، در واقع میتونید این دل وقتی ببین مولانا هم در اشعار خودش همیشه میگه دیگه، میگه که این دل محل ظهور آینه ایست که نو تجلی نور الهی در اون دل بازتاب میکند. یادتون میاد؟ بله. و در داستانی که به قول معروف اون داستان معروفی که دوست یوسف بعد از 20 سال یوسف رو در دوران بچگی با هم دوست بودن، باز این قصه در مثنویه، و بعد بر میگرده بعد از 30 سال میاد و یوسف رو میبینه و یوسف حالا دیگه عزیز مصر شده بود، میگه که من هرچی فکر کردم که هدیه برای چی بیارم دیدم هیچی نیست به غیر از اینکه یه آینه وسط بودن که تو در اون آینه تجلی چهره زیبای خودت رو ببینی. این در واقع تلویحاً مولانا داره میگه که این میگه اون آینه قلب انسان مؤمنه و همون دل انسان مؤمنه که محل بازتاب نور الهی است. خداوند در به اصطلاح چهره خداوند در قلب مؤمن بازتاب میکنه. این خیلی نکته ظریف و جالبیه و همینطور که شما اشاره کردید این دل زنده و قلب زنده همون جایی است که بازتاب نور الهی درش به وجود میاد و انسانی که همچین دل و قلبی داره در واقع به اون اصل وجودی خودش که به اصطلاح نفخ فیه من روحی میرسه که در قرآن کریم بهش اشاره شده. آقای دکتر یه دونه نکته کوچولو هم من اگه اجازه بدین عرض کنم. بفهمید. در مورد فرازهای بلند اخلاقی که صحبت کردین و خیلی هم خوب توضیح فرمودین، یه حکایت عرفانی جالبی هستش که میگن عارفی بودش که همین حالتی بودی که خرج از دخلش بیشتر بود، چرا که مرتب به مردم کمک میگرد، همیشه سفره میداخت واسه مردم، منتها چون رابطش با خدا خیلی مستقیم بود همون که گیر میکرد پنگ دست بود با خدا معامله میکرد، گفتش که خدایا از ذخیره معنوی وردار، اصطلاحا میگیم از سوال ما، از ذخیره هم وردار، بساط ما راه بندازیم مردم رو چیز کنیم بره، سفره هم رونق بشه و کمک کنیم بره، خدا میگه باشه. بله. هی این کار رو میکرد دیگه تمام ذخیرهاش تموم شد، یه دفعه که باز میخواست سفره بندازه و مردم رو تمام بده به خدا گفت اون یه ذره هم که داره اونم بده ما این بساط رو راه بندازیم، خدا میگه باشه قبول میکنه، و بعد زمانی که مورد حساب کتاب پیش میاد خدا بهش میگه که تو که بنده من بودی و اینقدر کرم داری به مردم کمک کردی و از ذخیرت داشتم، من چگونه میتونم ذخیرت رو نگردم؟ همه رو بهش پس میده، اضافه هم بهش میده، یعنی جوانمردی به قول هم the moral of the story، جوانمردی یه حساب کتاب میزی یه جایی میده که دائمیه. اصلا خیلی ممنون از این داستان، اصلا من یه چیز رو بخواهم بهتون بگم، همین که طرف سفره میندازه واسه یه دیگران خودش ذخیره است براش تهیه میشه، میدونی چه عرض میکنم؟ این خودش اصل ذخیره سازیه که وقتی شما کرامت میکنی و دیگران رو تغذیه میکنی، حالا این تغذیه کردن گفتم صرفا غذا دادن نیست، غذای معنوی، غذای جسمی، غذای عاطفی، همه جور آدم میتونه به دیگران تغذیه کنه و بله خدا من هرگز این رو بی حساب کتاب باقی نمیگذارم. خب اجازه بدید که بریم جلو و ببینیم که دیگه این داستان به کجا میرسه. باز در باب احسان میگه یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت، کله دلو کرد آن پسندیده کیش، چو حبل اندران بست دستار خیش، به خدمت میان بست و بازو گشاد، سگ ناتوان را دمی آب داد، خبر داد پیغمبر از حال مرد، که داور گناهان او عفو کرد. الا اگر جفاکاری اندیشه کن،
وفا پیش گیر و کرم پیش کن. کسی واسگی نیکوی گم نکرد، کجا گم شود خیر با نیک مرد. کرم کن چنان کت برای از دست، جهانبان در خیر بر کس نبست. و قنطار زر بخش کردن ز گنج، نباشد چو قیراتی از دست رنج. برد هر کسی بار در خورد زور، گران است پای ملخ پیش مور. بعد ببینید که داستان خیلی داستان قشنگیه و اساسا سعدی روشش همینه، حرفاش خیلی رند و راحت و به قول معروف شسته رفته است. هیچ احتیاج نداره که شما بخواید به پیچیدگی بیافتی برای اینکه منظور سعدی رو درست بفهمی. ببینید خیلی رند و راحته. مثالی که میزنه اینه، میگه یه نفری توی بسرا بیابون یه سگی پیدا کرد که تشنه بود، بعد دید داره این سگه از تشنگی میمیره، انقدر به اصطلاح مردونگی و محبت در قلب این فرد وجود داشت که کلاهش رو کرد دلو، که خب بالاخره کلاه میتونه مقداری آب بگیره دیگه، کلاهش رو دلو کرد و انداختش داخل به اصطلاح چاه آب و با کلاه خودش آب در و به این سگ تشنه آب داد. حضرت پیامبر بهش الهام شد و گفتش که خداوند به خاطر همین خدمتی که از سر صدق و از روی جوانمردی انجام داد، دقت کنید ببینید اینجا دیگه نه آدمی در کاره، نه پولی در کاره، نه کسی زندانیه که طرف قاعد بره خودش رو توی زندان بندازه. همین این کاری که به نظر خیلی کوچک به نظر میاد، ولی اینقدر بزرگه در نظر خداوند که پیامبر خبر میده که خداوند به خاطر همین کاری که انجام داد تمام گناهان اون رو عفو کرد. بعد میگه حالا گر جفاکاری اندیشه کن، وفا پیشگیر و کرم پیشه کن. میگه ببین اگر گناه کردی فکر کن، نگران باش، برای به صورت جبران جفاکاری که انجام دادی سعی کن حالا از این به بعد وفا پیش بگیری و کرم پیش بگیری. مثل کی؟ مثل اون قهرمان داستان قبل. کسی باسگی نیکویی گم نکرد، کجا گم شود خیر با نیک مرد. میگه وقتی که خداوند برای کسی که به یک سگ نیکویی میکنه براش حساب کتاب میکنه و این رو براش به سر حفظ میکنه و این رو جبران گناهانش قرار میده، کجا ممکنه که تو به یک آدمی با یک انسان نیکویی خدمت بکنی و این گم بشه؟ پس یعنی چی؟ هرگز خیلی که شما انجام میدید گم نمیشه و در این جهان هستی ضبط و ثبت میشه و در پیشگاه خداوند این حضور داره و حساب میشه. کرم کن چنان کت برای از دست، جهانبان در خیر بر کس نبست. نگو آقا من که پولی ندارم، من که کاری از دستم برده میاد، من که نمیتونم خدمتی بکنم، خداوند در خیر رو بر هیچ کس نبسته. یه نفر مالتی میلیونره و با اون مالتی میلیونر بودنش میتونه خدمت بکنه، خدمتهای بزرگ بکنه، یکم هیچی نداره، با یه لبخند، با یه همدردی، با یه به اصطلاح دلجویی کردن از کسی، با یه دونه چه میدونم آب دادن دست کسانی که توی مجلس میاد شرکت میکنه، یه آب میده دست مردم، یه چای میده دست مردم، یه شیرینی میاره پخش میکنه، در همین حد هم میتونه خدمت بکنه. بعد میگه پس بنابراین کرم بکن، خداوند در خیر رو برای کس نبسته. حالا نکته اینجا قشنگه، میگه به قنطار در بخش کردن ز گنج، نباشد چو غیراتی از دست رنج. میگه حالا تو اگر یک گنجی به دستت برسه، قنطار به سراغ واحد قدیم هم گفتن که مثلا به اندازه پوست یک گاو شما باید پر از طلا بکنی بیاری بدید، بهم گفتن یه قنطار مثلا زر، منظور خرواره، منظور حجم زیاده. میگه خروار تو از یه گنجی که به دست رسیده زر بخش بکنی و به این اون بخش بکنی، ارزشش به اندازه اون نیست که تو یه قیراط از دسترنج خودت پول بدی. من اون دفعه جلسه گذشته گفتم که اگر شما به اندازه یه دونه خرما زحمت کشیده باشه و اون یه دونه خرما به دست بیاری و اون خرما رو به صلاح بخشش بکنی، خیلی ارزشش بیشتر از این هستش که از بابات یه
ارثی به دستت رسیده که خودت براش رنجی نکشیدی و اون رو بخش میکنی بین مردم. البته اونم ثواب خودش رو داره، نمیخوام بگم اون ثواب نداره، ولی وقتی که شما از دست رنج خودت بخش میکنی، این بسیار بسیار در نزد خداوند ارزشمندتر است. بعد میگه برد هر کسی بار در خورد زور، گران است پای ملخ پیش مور. میگه هر کسی به اندازه وسعش خداوند ازش توقع داره. همون گونه که پای ملخ برای یه دونه مورچه خیلی سنگین به نظر میاد، ممکنه شما هم واقعا اینجا درآمدت میگه چقدر با دلار، شما مثلا 50 دلار 100 دلار کرامت میکنی، به نظر ممکنه عدد بزرگی نیاد، ولی برای کسی که درآمد زیادی به لحاظ دلاری نداره، همین 100 دلار 200 دلار خیلی کاره. بله برای یه نفری هم ممکنه مالتی میلیاردر باشه، یه میلیون دلار هم به یه مؤسسه چه میدونم فرهنگی کمک بکنه، این خیالش هم نباشه. بنابراین ارزش عمل شما به مقدار وسع شما بستگی داره، نه به مقدار پولی که دارید و یا مثلا خدمتی که دارید انجام میدید. به هر حال اینم نکته بسیار جالبی است که جناب سعدی اشاره کرد. من میخوام که اینجا دیگه تقریبا برای گلستان رو ببخشید بوستان رو ببندم و به گلستان بپردازم. اگر نکته ای دوستان هست که دلشون میخواد که در این رابطه بگن، من در خدمت هستم و غیر از این بریم به قول معروف به گلستان بپردازم. من در خدمت دوستان هستم، اگر نکته ای دارید بفرمایید. ببخشید من نکته ای ندارم، ولی یه چیزی من خیلی مورد به جاهای دیگه، این بخش نهم که در رابطه با روزه گرفتن و اینا بود. بله. اصلا ناخودآگاه رفتم به مثلا اون محیطی که تو ایران هست، اون ماه رمضان چه بلایی سر مردم میارن. اگر واقعا مثلا 20% مردم این سعدی رو خونده بودن، شاید از نظر فرهنگی یک کمی ما غنی‌تر از اینی بودیم که الان تو مملکت به سر میاد. یعنی من واقعا این بخش نه منو واقعا برد به شرایطی که واقعا ما تو مملکت داریم و واقعا یکم متاسف شدم واقعا ما تو چه مملکتی زندگی میکردیم و اینجوری. ببینید مفاهیم دستورات مذهبی رو اگر ما درست درک بکنیم، انصافا زندگی بهتری خواهیم داشت. انصافا شما ببینید همین مسئله روزه گرفتن، علل اصول کسی که روزه میگیرد باید لاغر بشود، قبول دارید اینو؟ علل اصول و این به این علت هستش بالاخره یه دوران نسبتاً طولانی در از سحر تا افطار رو طرف غذا نمیخوره، آب نمیخوره، فلان نمیخوره و معمولاً. ولی من بسیار دیدم متأسفانه بعضیا روزه میگیرند حاج آقا چاق میشه. میدونید چرا؟ برای اینکه سر افطار اونقدر میخوره و اونقدر اطعمه و اشربه و چیزهای شیرین و بند و بساط میخوره که جبران تمام مافات روز رو میکنه، در حالی که واقعیت قضیه فرهنگ روزه این نیست. فرهنگ روزه این هست که شما واقعا گرسنگی رو حس کنید و یه مقداری هم به هر حال به یاد مردمان فقیر بیفتید، یه مقداری هم واقعا این اراده خودتون رو محک بزنید که چقدر میتونید مقاومت بکنید در مقابل خواسته های نفسانی خودتون. و اگر هم در این رابطه شما هزینتون کم میشه، انصافا این همونی هستش که شما روز عید فطر به فقرا بخشش میکنید و میدید. اینی که طرف میگه مثلا به اندازه چه میدونم 3 پیمانه گندم باید پولشو بدی، این حداقله. میدونید چی میخوام بگم؟ این حداقلیه که باید بدید، وگرنه شما روز عید فطر میتونید خیلی بیشتر از اونم، چون همه ذخایری که در عرض یک ماه کردید در مثلا کمتر خوردن، حداقل در بخش خوردن دارم میگم، و اینو میتونی اینو انفاق بکنی و بدی به افراد فقیری که بنده های خدا مثلا در طول
ماه یا سال ممکنه دستشون به گوشت مثلا نرسه، یا دستشون به شیرینی مثلا نرسه. حالا فقط هم گوشت نیست، بالاخره شیرینی خوردن هم یه بخشی از زندگی انسانه. خیلی ها فقیر هم بیچاره از جلوی در قنالی عبور میکنن، حسرت خوردن یه زولبیا تو دلشون مونده، حسرت خوردن یه جیگر مثلا تو دلش مونده که نمیتونه پول بده جیگر بخره بخوره. میدونی فقط هم این نیست. بله البته این به حال تفکر شما به عنوان یه نااندیش مذهبی از دید من، ولی اون چیزی که حاکمه مثلا اونجا که میگفت بچه ها موقع افطار عیدشونه، واقعا توی ایران مثلا من قشنگ یادمه وقتی که افطار میشد هم میگن آخه میتونیم یه چیزی بخوریم. یعنی این حالت برای من تداعی شد که این چیه رسالی چقدر شرایط جامعه ما رو خیلی در اون زمان پیش بینی کرده که چه بلایی میتونه یه چیز نادرست سر مردم. بله بله میدونم. حالا میبینید انقدر از این قصه ها سعدی داره که تعجب میکنید که به زوایای ریز مسائل اخلاقی اجتماعی فرهنگی جامعه وارد میشه. حالا انشالله عمری باقی باشه و با هم بخونیم شما اینو خواهید دید. خب خیلی ممنون. قربونتون برم. خب عرض به خدمتتون که من اینو یه استاپ شیر بگم چهره های شما رو هم ببینم. بسیار عالی، خوشحالم. بابا سلام خانم سخندان عزیز، حالتون خوبه خانم دکتر؟ صداتون نمیاد ولی من احساس میکنم چی دارید میگید.